آهای خب یه دونه با این زنجبیله که یه کافه بخوریم مدیو ببینم اول سحر هستش، امیدوارم که سحر یه پیام بده. سحرم فقط میخوام مودراتورش کنم، مودراتور. خب منو هر روز خوشگلتر میبینید، این نشانه ای از ارتباط درونی شما با من بیشتر. او یه دیگه از این چیزایی که اینجا بزنید بیاریم. سهر اومد؟ کجا من سهرم؟ ببینمش. وای چقدر این خوشمزه شد. بچه ها صدای قورت دادنم و اتفاقا نکته جالبی که آندریاس گفت خیلی جالب، گفت من برای قورت دادنم یه تکنیکی یاد داد، گفت بابام گفته بود صدای قورت دادنم نیاد. گفتم مگه صدای قورت دادنم میشه نیاد؟ گفت آره، بذار نگاه کن ولی باید تمرین کن. حالا از اون روز ما میخوایم تمرین کنم. گفت اینجوری کن، آی دوباره صداش اومد. خب گفت یه بار دیگه این کارو بکنیم ببینیم میشه. کمتر شد. گفت خیلی باید تمرین میخواد. خب آها از مودراتور. خب خیلی خوب. به هر حال یه سری چیزایی هستش که ما صداش دیگه، میکروفونم که دیگه خیلی قویه. بعد امروز میخوام برم اون عینکم، اون دوتا بالشتک چیه اونایی که نگه میداره رو دماغ، دیدم یکیش افتاده بود یکیش نیفتاده بود، دیروز متوجه شدم اون یکی هم افتاده. برم ببینم پیدا میکنم. مدیر لایف کسیه که میتونه بلاک کنه، میتونه حذف کنه دیگه. من هی حواسم نباید بره به کامنت ها. البته حواس من نمیرفت ولی دیگه هر کسی هر کاری میخواست میکرد. بعدا تو اسکرین هایی که برای من میگرفتن میدیدم که چقدر به عینک. آها پد، مرسی که پد عینک هم به من یاد دادید. من همون بالشتک از خودم در بردم. مرسی پد. میگم از همه شما چیزی یاد میگیرم. اینه دکتر بی سواد، اینم تا حد زیادی درسته. مدرک دکترای من از 20 نمره 19 گرفت، ولی به چه درد میخوره الان؟ خیلی از شما بیشتر از من میدونید. من رفته بکگراند ذهنم به یه خانومی از ونکوور که داشت به من پیام میداد، دیدم فارسی بلد نیست بنویسه، یا فارسی میتونه بخونه ولی نمیتونست بنویسه.
گفتم تو انگلیسی بنویس بذار من انگلیسی، من یه ذره از اون بک‌گراند ذهنم بیاد رو. خلاصه انگلیسی منم پس رفت کرده، منی که اذان قبول شده بودم کتاب ترجمه میکردم چی 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 چی. پایان نامه، آره تز، ما هم موقع میگفتیم تز، اصلا پایان نامه هم علکی بود، نمیدونم چجوری به من فکر کنم دوستاده اصلا نمیدونم، من بودم به اون پایان نامه 12 هم نمیدادم، 19 داد، احتمالا از من خوشش اومده بود به عنوان شخصیتی ها، نه وگرنه نه جنسی. اینم ریلیز میخورم. خب من دکترای پزشکی عمومی دارم ولی الان همونم هیچ یادم نیست. کلن علکی زندگی. اینم پیام جالبی، منو یاد یه حرف دانشمندی انداخت که گفت اصلا همه ماها اصلا نمی گفتش، من شک کردم به این که اصلا در این جهان وجود دارم یا ندارم. حتی بچه اینا اینقدر خوشمزه بودم، من اولش یکی دو تا خورده بودم، این میوایی که وحید آورده از ایران از شما هاستا، وحید داده سیما آورده اینجا. حالا میام در مورد پیام سیما. درست قبل از اینکه من میخواستم بیام لایو رو شروع کنم برای من یه پیام داد و چقدر خوب شد، باعث شد که یه سری، حالا بیام اینم اینجوری اینم اینجوری، اصلا مسئله داریم دیگه با این اینکه کس چیش چراخ ایتالیه چراخ. خب تزم راجع به چی بود؟ سوال خوبیه. وای 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 وای، برید الان تو دانشگاه مشهد، به دانشگاه مشهد برید کتاب خونش بگید دانشنامه مثلا زینب معمار نوبری، دکتر زینب معمار نوبری رو میخوام بخونم، حتما تو آرشیواشو دارم دیگه. تز من در موردش شیر مادر بود. مثلا بعدها به مثلا همونم رسیدم بابا اصلا بچه شیر مادر چقدر مهمه و نمیدونم چی و چی و چی و چی از این حرف. یک کلمه از اون تز من یادم نیست. سه ماه مثلا کار کردیم در مورد این تست. ریاضیات هم همینطور. من توی ریاضیات هم انقدر خوب بود که گفتم مال کدوم مدرسه ای، نمیدونم فلان و اینا. الان میخوام یه جمع ساده بذارم و اون روز گفتم این که کوروش از من یه سوال کرد، بعدم گفتم وای بلد نیستم. کوروش گفتم چقدر چیزه 490 نمیدونم ضرب در نمیدونم چی چی، گفتم کوروش خواهی بود هر کن. ذهن من اصلا نمیخواد فکر کنی بهش. و اما پیامی که سیما داد در رابطه با فرشته، اولا فرشته من فقط زیبا رو میخوام. چیه زیبا رو میخوای؟ چیه زیبا؟
میخوام فقط با زیبا حرف بزنم. چی میخوای بگی؟ زیبا من خیلی تو رو دوست دارم. به چه درد میخوره؟ از مامانم بیشتر میخوای منو دوست داشته باشی؟ از مامان من میخوای بیشتر منو دوست داشته باشی؟ قطعا نه. این دوست داشتن ها به درد نمیخوره. 30 میلیون داده برای اینکه این همه مدت بر ضد زیبا حرکت کنم، کانال درست کنن، پیام بدن، لایف بذارن، از مجید شعبانی آورده، نقد زیبا آورد، از اون یکی که مخالف من بوده اون آورده، نمیدونم بیاد هرچی دلشون میخواد بگم. آفرین به سحر، آفرین به سحر. گفت خیلی تو رو دوست داره، بیاد 30 میلیون نه، 1/10 بده به تو. در چه توهمی هستی؟ از کجا آمدی و خواب زده شدی؟ سحری همچین حرفی میزنی؟ دوست داشتنت چند منه؟ دوست داشتنت در زندگی واقعی من چه اثری میخواد داشته باشه؟ فقط زیبا، فقط زیبا. هم جنسگرام که فکر نکنم باشی، شایدم باشی، نمیدونم. که مثلا عاشق من شده باشی، عاشق چهره من، موهای من، از این تیپ آدمایی که میان میگن زیبا ما گروه ها میخوایم چیکار کنیم، ما روابطتو میخوایم چیکار کنیم، خودتو میخوایم. قطعا اگر هم از من قشنگتر، از من خوبتر، از من خیلی خیلی خوشایندتر، برای خانم پرندوش اگر واقعا شخصا منو دوست داره هستش. نمیخوای ببینی سحر رو؟ نمیخوای؟ و هیدو حالا دوست داری، دوست داشته باشه، خوشحالی مالا یکی رو دوست داری مثل پسرت. این چیه؟ خطرناک بودی یا؟ شما حاضر نیستی، بعد یک انتقاد به گذشته خودت نمی کنی. خب 30,000 یورو دادی برای اینکه برخلاف زیبا ناوک بر ضدش حرکت کنن، حالا فقط زیبا نمیخواد بیای سراغ من. برو یه گروه درست کن در تایید زیبا، در ره از در تمجید و تحسین فقط زیبا، فقط زیبا دیگه. حالا چشماشو تمجید میخوای بکنی، موهاشو تمجید میکنی، یه 30 میلیون هم به اونا بده، یه 30 میلیون هم به اونا بده. نمیخواد پیش ما بیای، اون کار رو مگه نکردی؟ خب این کارم بکن ببینیم. یا نه بیایم لیلی به لالات بذاریم که خانوم به ما فوش میداد، حالا فوشاشو قطع کرد. مرسی، متشکریم، فوشاشو رو قطع کردی، بر ضد ما کار کردی، خیلی ممنون ازت، متشکریم. به من برخورد، به منو ریستریک کرد، به من برخورد. آقا توی حتی قوانین خیلی عادی خونه، یه گروه رو نمیدونی
که وقتی ادمین بهت تذکر میده یا اینکه به جبین جبروت شما خیلی بر میخوره ادمین به شما تذکر بده که پیام نده الان؟ بر چی میخوای بیای؟ اصلا از کجا بازی با آشنا شدی؟ در نقده، یعنی الان چون سحر بهش یه به عنوان ادمی یه تذکراتی داده، الان اومده مثلا منو ببره بالا فقط تو، ولی اون ابدا نه عزیز من. من یه جریان فکری هم، البته گفتم عزیز من، عزیز من نیستی، همینطوری از زبون من اومد. نه خانم فرشته پرندوش، یه نگاهی بکن برای همه، به خودت، به این یک سال کارایی که کردی، پیامات. یه سری از ما که پیاماتو در حدی نمیدیدیم که بیاییم اونا رو گروه پر کنیم با چرت و پرتایی که میگفتی، خب با اهانتایی که میکردی، با اون ادمینات که مثلا میمدن بهشون پول میدادی که بر ضد زیبا ناوک کار بکنه. خب به همه اونا پول بده الان به نفع زیبا ناوک کار کنه، چون دیدی کشون کردی ما بیایم په په چه چه کنیم، چون بعد از یه مدت دیدی هیچ کسی بهش اهم هیچ اثری نداره، 300 نفر 400 نفر اومدن، همه هر کی می اومد توی گروه ما اینا می رفتن می گفتن بری سراغش نجات بدید. یه دختری اومده بود نیم ساعت طول نکشته بود که تو کانال ما اومده بود، تو گروه ما اومده بود، یه دفعه دیدم اه منو بلاک کرده. این کمین الان میگم زیبا خیلی دوست دارم فلان، بعدا دیدیم از این ناوک کرده یکی برای ما پیام فرستاد که بودوید یه نفر اومده تو گروهش برین نجاتش بدید. چند نفر رو نجات دادی؟ خوب کاری کردی، خوب کاری کردی. اصلا میفهمیم اصلا برخوردای خودت تجدید نظر، اصلا برای چی به سمت زیبا اومدی، برای چی میری؟ و حالا اینکه هیچ، این خانم چون مثلا فرض کنم حالا چه ثروتی، خودش دیروز تو لایوش گفت من انقدر ثروت ندارم که دخترای خودم رو مستقلش میکنم، امکانات نداریم، سه تا دختر هر کدوم نزدیک 40 سال حالا در این هندیه در این رنجان دیگه. کجا ما دیدیم مسافرت رفتید؟ کجا این بچه ها مستقل شدن؟ این بچه ها ما امکانشو نداریم؟ خودشون که امکانشونو دارن، اگر ارزشو داشتن که خودشون از تو جدا می شدن، از شما جدا می شدن، می گفتن ما میریم اصلا میخوایم بریم برای خودمون توی دکوز آباد یه دونه اتاق کوچیک یه چادر بزنیم حتی، ولی مستقل باشیم. و تو میخوای بگی که خانم سیما سپر میاد بگه سحر که دید ثروتمندان زیبا اومد اینو مطرح کرد، 3 میلیون، 3 میلیون الان چقدره؟ یا 100 یوروی که من برای که با نپذیرفتنت به من لطف کردی، چون من باید میمدم آنالیز میکردم تمام رفتارهای تو رو، حرکتهای تو رو، اگه من از ابتدا با شما به همین حالت لطف و محبت و نمیدونم زیبا من میخوام تو برای من از سحر سخت گیرتر باشی، تو 1/100 کارهایی که سحر کرده رو کردی؟ خانم سیما که میخوای من برای تو اونجوری باشم؟ در اوج دعوا، نه در اوج دوستی، برای یک مسئله جبران عملی از این فرد خواستم یا هزینه خواستم، بلند شده تلاشو داده، تویی که نمیدونم برای من حسابتو نشون دادی، به کسی هم مثل شکمت مثل اون سوراخ‌های نمیدونم معدت این فلان اینا نه نشون نمیدم، مبادا مثلا فرض کن مردم چهرهشون به تو عوض بشه، تیپ تصویرشون به تو عوض بشه، ها
همون حساب بانکی تم اگر میذاشتی مادی یواشکی اینوری نمیدونم ببین من چقدر پول دارم، مثلا اینجوری اونجوری اینجوری 35,000 یورو دلار فلان بهمان ثروتمند. اتفاقا سوال جالبی من از آذر کردم موقعی که بودم، گفتم به نظر تو آذر به نظر تو وحید ثروتمنده یا سیما؟ وحید ثروتمنده یا سیما؟ یه ذره فکر کرد، یه سوال خیلی مهمیه. ثروتمند اگه تو اون حساب بانکیش باشه، این از این کسای خیلی حسابای بانکی دارن ولی میمیرن، جونشون در میره سر اینکه یه دونه مثلا بلیت میخواد بگیره. یا مثلا من حساب کتابای خودم رو دارم، تو میدونی مثل مامان من کجا یه دفعه نظری یه کاری بکنه همه فکر کنن که خیری، اما برای اون کسی که در واقع رفته به عنوان این که با تو اومده تو رو میگه بهترین سفرت بود، خب نگاه کن برای این بهترین سفرت چی کار کردی، خیلی چیزای بزرگی یاد گرفتی، 100 یورو نتونستی بدی که دستاوردهای این سفر رو ارزیابی بشه، 100 یورو نتونستی بدی. ما بعد میگه چون ثروتمندن نمیدونم آدم تو ثروتمندی و فرشته پرندوش که تو اون خونش اصلا از اون وسایل راه نمیتونه بره، تو اون وسایل راه نمیتونه بره اون ثروتمنده. آره خیلی ثروتمنده. 3 میلیون تو از آدم ثروتمندی مثل فرشته پرندوش میخوای؟ یا از آدم ثروتمندی مثل من 100 یورو میخوای؟ من نمیدم. خیلی جالب شد این اتفاق. میدونی چرا ندادی؟ چون هنوز غرورت به همون دلیلی که عکس شکمه خودتون خواستی شکم سمیرا رو ببینی، کاری که سحر کرد در مقابل شکم سمیرا اومد عکس شکم خودش رو نشون داد. تویی که برات مسئله بود قسم میدادی یه نفر قسم زیبا به من قول بده من کسی رو بگم حرفای زده، گفتم نمیخواد من قول نمیخواد به من بگی که کیه فلان. اگه یه حرف حقه اون فرد باید پیامشو داشته باشه، پیامهاشو بگه من گفتم اینم گفتم، برو به همه بگو. خیلی مونده هنوز تو باید بیای از فرشته پرندوش دفاع کنی، چون بنیان رازنداری رو هنوز نفهمیدی، چون هنوز قضاوت دیگران برات خیلی مهمه، برای پرندوش هم همینطور. بیان جلوی کسای دیگه به من بگه ریستریک میشی پیام نده، یه سال به خاطر یه همچین جمله‌ای، به خاطر در حالی که اگر یه کسی واقعا یکی رو قبول داشته باشه اون فرد بدترین برخوردم بهش بکنه، میگه من برای خودم این فرد رو قبول دارم، من بنا به اعتقاد خودم این فرد رو قبول دارم، نه اینکه اون فرد چی به من میگه چی نمیگه از من خوشش میاد یا نمیاد. اینجور عشقا هری اینجور عشقا با یه بادی این برمون برمیشه.
به جای اینکه بیاد ببین چقدر سیما سطحی بینه، یک سال همین برخوردار رو در رابطه با آدمیم تا رسید به نازیلا، دو تا شومینه شدید، دو تا نمیدونم سیستم خونه شدید، حالی به حالی شد، این برون بر شد. سیمای وجود تا در... چرا در رابطه با خواهراتم نمیتونی حرف بزنی؟ چرا مواظبی در رابطه با خواهرات؟ همش آبرو ایوان لخ شدی، ایوان تو لخ شدی، خواهرش از آمریکا به این زنگ زده که لخ برگر بگاره، اصلا لخ شده. زیبا گفتش که تو نمیدونم پول چی 100 یورو پول بده، نمیدونم چی پول، یعنی تو محتاج 100 یورو هستی؟ نه یه چرت و پرتایی بهشون میگن که ای وای مردم نفهمن ما یه دفعه فقیریم، مردم نفهمن ما یه دفعه شکممون یه خط داره زشتیم، مردم نفهمن یه دفعه ما مثلا فرض کن که نمیدونم فامیلمون بهمان اونه، اونه خونمون اینجا آمریکا، 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 آمریکا. الان به وحید بگی که برو از خونه که احتمالش نمیدونم، من ایشوار دلم قرص نیست در رابطه با این مسئله، وگرنه میگفتش وحید ما با همینجا زندگی میکنیم، تو هم نظر بده، تو هم تصمیم بگیر در رابطه با تمام کسایی که هست. خیلی مونده هنوز یه رابطه برابر ایجاد بشه. معلوم به جای اینکه برگرده بگه خانم نازیلایی که اونجا هستی، اصلا یک بار شما در مورد این دو روزی که اونجا بود شنیدید که مثلا حتی بشینه این خانم بگه من از شما سوال دارم، مثلا اصل شما چه اختلاف نظری با زیبا دارید؟ یه با شنیدید؟ اگه یه شنیدید من امیدوارم اشتباه کرده باشم، من امیدوارم اشتباه کرده باشم. رفت رسید اونجا، آه اون سیمای دیگه ای که همیشه میخواست نمیدونم FMF داشته باشه، ما اینی ما اونی ما فلانی ما چه ما رازداری ما حقه، بله درست حقوق فلان چی 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 چی، همون دیگه نمیخواب تکرار، همه میشناسه. اون اومد رو حتی نتونستی یه سوال بکنی، حتی نتونستی تو اون رابطه حتی بیاد برگرده بگه که من الان در رابطه با هدیه دادنهاش، در رابطه با مسائل همه اونها کجا چه چیزی رو، تو هم بیا مثل فرشته پرندوش بگو که چه چیزی رو یاد گرفتی. چیزایی که یاد گرفتی سطحی هم، چیزایی که یاد گرفتی بنیادی نیستن. بعد بیا بگه که چون ما ثروتمندیم این اومده سحر اینو گفته، به جای اینکه بگه آفرین سحر دقیقا به کجا زدی، گفتی این آدم که 30 میلیون داده بر در نقدت مگه نمیبینی؟ نه فرشته پرندوش، فرشته پرندوش جان بفرما، بفرما ترکیه استانبول اینجا خونه خودتونه، هرچی ریدمان کردید، اصلا ما ندیدیم، ما ندیدیم، هر کاری برای لنگ زیبو کردید، اصلا ما ندیدیم، ما ندیدیم، شطور دیدی ندیدی، خانم بفرما بفرما، به به بسوتو چو چو چو، خانمم میاد با فیسان پیسان حساب. خیلی مسائل هنوز سیما داره که بگه، خیلی چیزا هست ما گذاشتیم تو کشو چون زورمون نمیرسه، اگه زورم میرسید که 100 یورو رو میگرفتم، زورم میرسید که 100 یورو رو میگرفتم، من بیام 100 یورو بدم، حالا که گفته که 50 یورو،
نمیدم. اونت آفرین. اگه از همون به تو به امثال تو بگن 3000 یورو میگیرن برای یه زندگی درمانی، اون موقع به آدم اینجور اینجور میکنه. البته قدرتشو ندارم هنوز، ارزشو ندارم هنوز، ارزشو ندارم هنوز. من خودم یه جور دیگه وحیدم. میبینید وحید چه جور خیلی جاها سکوت میکنه؟ یه جای دیگه ورژنش عوض کنید منم. یه تفاوت داره فقط. یه تفاوت داره. من و وحید. یه تفاوت داره که اگه این وحید این تفاوت رو بفهمه خیلی. و اون اینسایت من به ضعف‌ها و ناتوانیامه، مثل جریانی که در رابطه با احمد داشتم. میدونستم که چقدر گند میکارم ولی نمیتونستم کاری بکنم. میدونستم چقدر دارم باج میدم ولی نمیتونستم کاری بکنم. نمیتونستم. یه چیزی، یه ناتوانی من بود دیگه. ولی من میدونستم ناتوانم و من میدونستم ضعف از منه. یه جلو ببینیم. آی آی و چون همینو میدونم مسائلو میذارم تو کشو، بعد از دیگران، از روابط، از همه چیزا کمک میگیرم و در یک زمانی یه دفعه میبینم که اون کشو باز شد. مثل این جریان. شما از احمد بپرسید، پرسید دیگه، من بهش گفتم، گفتم برو بپرس شماره اکانتشو بده، حساب بانکشو بده، بده بده ببینیم. همینو شما برید از سیما بپرسید، شاید به شما اینجوری اونجوری این ور رو ببنده، اون ور رو ببنده، این ور دست بذاره، اون ور یه عددی به شما نشون بده. هورا بکشید، هورا بکشید، همون عدد هم نشون داد به شما. آفرین، منت گذاشتیم. اونجایی که سحر میاد وقتی میبینه انقدر سمیرا ناراحته برای مسئله، حالا شکمش، حالا هر علتی که داشت، میاد عکس شکم خودش رو میذاره، بچه های دیگه ای که میذارن خیلی تفاوت دارن با سیمایی که وای میسته میگه نه، چون باید تمام اون استرچ ها رو بکشی، درست کنی، فلان کنی، نمیدونم سوتیان موتیان، اون این اون اون وسیله بره، تا اینکه من خودم رو قشنگ نشون بدم دیگه، بیام مثل زیبا کس و کنشل باشم، همه هم بیان هر حرفی بخوام بزنم نشون بدم، بیا آقا سینه های آویزونش هم نشون بده، بیام مثل زیبا باشم. نه 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 private sphere. Private, private, private sphere. حرم خصوصه، حرم خصوصه. بفرما مثل سحر باشم. نمیخواد مثل سحر با تو باشه. تو برو همون اسکرین، دوتا اسکرین ها رو بذار که گذاشتی. جرت میدن خواهرات. جرت میدن خواهرات. معلومه که باید بیای از فرشته پرندوش دفاع کنی. یک فردی که یک فرد بسیار، چه حرفایی که زدیم چی بود؟ اگر یه ذره به این مغزت، آخه چیه تو، تو چیه منو دوست داری؟ من فقط زیبا. حالا بیا این تریبون رو بذار این جلوی تو، بیا. آره زیبا، میدونی که من تو رو دوست دارم. بله میدونم. تو مالکت هم به من، مالک اون جنت هم به من هدیه کرد. مالک جل جراخ،
تمام حرفایی که زدم، حالا تو چون مثلا هر از چندگاهی از یه چیز خوشت میومد، 300,000 تومن، 200,000 تومن، 400,000 تومن، یا مثلا مهمونی میدادی، بابا برای اینکه به تو بگیم که این کسی که میاد، این همه دارن از وسایل، همه آدم ها نمیتونن تو خونه تو راه برن از وسایل، وسایل زیاد، دخترم نمیدونم چی داره، چی پایان نامش میخواد بنویسه، چی دختر من میخوام، برام اون مهمه. اونای دیگه پایان نامه داشتن چی کار کردن؟ چسبیدن به کون تو و آریان دیگه. کو دو تا تونسته مثلا فرض کن، برای فقط یه دونه، یکیش قرمه سبزی میپزه، فرداش یکیش قیمه میپزه، پس اون فردا فلان، پولی هم که گذاشتید از حسابای پس اندازه، همه تون گوگلی گوگل نشینی پول بیاره. باید یه نوبت کده بذاری تا بشینه مسائلتون حل بشه و بعد نقد کنید تا بتونید مطرح بشید که یک صاحب نظر هستید. دختر 40 ساله رو ما به زحمت تونستیم بفرستیم خونه سحر تو کرمانشاه. این شد مثلا الان چیه زیبا رو؟ بابا بچه کوچیک رو، ما بچه کوچیک رو مثلا الان، من در با همون کوروش حرف میزدم، گفت مامانم میخواد تنهایی منو بفرسته برم ایران. گفتم راست میگی؟ گفت آره این برنامه رو دارم، که بعدا رفتم به دبورا گفتم دبورا این برنامه رو داری؟ گفت آره. بعد بچه اینجورم که میخوام برم اصلا کلی تجربه ها به دست بیارم، برم اونجا یه سری ایرانی ها رو برم، چند ماه اصلا یه حرفایی میزد. حالا من خودم اگر میموندم اونجا خیلی مسائل دیگم پیش میمد، نه اینکه اونا رو تایید کنم، من مقایسه که مثلا میکنم، اون کوروشه یه تر داره از مسافرت، کوروشه 9 ساله از مسافرت تنها، مامانم میخواد، نگفت اصلا میترسم فلان و اینا. حالا همین شقایق آرمیتا و آتوسا و فلان و اینا باید از هفت خاط رستم بگذارن تا خانم بیاد از صد چیز. مامان اجازه میدی؟ برو بمیر هر ستاتون. مامانتون این وری میشه، شما میرید این وری. زیبا خوبه. وحید خوبه. وحید اهه. حالا ببینیم بعد از این لایو من چقدر استوری بذارم. یکی از این بچه ها برگرده تو خونه بگه بابا جان چرا؟ چون نونش، آبش، اتاقش، خوابش، همه چیش به اون وابسته است. نشسته اونجا ارد میده و اون یکی به شوهرشم، بابا اونم خیلی خوبن. هدایای خوبی میارن برای تو سیما. وقتی بیان ترکیه اینجوری شکان پیکان از هواپیما میان بالا، کاغذ کادو اینجور فلان، بب اینجوری میان جلو با. مثل من نمیان جلو که با به قول یکی میگفت دگوری. من یکی دگوری رو تازه یاد گرفتم، من خیلی خوشم اومد از این دگوری. هر کی به من گفت دگوری خیلی ازش ممنونم، من از این کلمه دگوری خیلی خوشم اومد. برای کفشام گفته کفشاشو با کفشام که صندلشو با جوراب پوشیده. بابا ما دیزاینر خودمونیم، حالا بیان بریم فلان کنیم، بهمان کنیم. اصلا اینقدر فوشتونم قشنگ بود، دگوری مگوری گفته، خوشم اومد. نمیم که این صندل اینجوری خوب گفته، خیلی خوب. یه دگوری رو را بده به خونت. دو تا کلمه من شک دارم به نازیلا گفته باشی، دو تا جمله شک دارم به نازیلا گفته باشی، شک دارم دیگه. کما اینکه من هنوز اون لایو با سهیلا رو ندیدم، میخوام ببینم آیا میتونی بشی چشم کسی نگاه کنی و بگی تو این کارو کردی،
البته خود منم خیلی جا نتونستم. فقط تفاوتم اینه که میفهمم کجا گند میکارم. یه دوست پسر داشتم اوبر، سر 100 یورو. اتفاقا خیلی خوب شد این وایس و سیما فرستاد. با خودم گفتم همش منتظر این بودم که من یه روزی این داستان 100 یورو با اوبر رو تعریف کنم. اوبر 4 ماه رفتم باهاش زندگی کردم تو رنسبورگ. دیگه هر کاری میکرد که فقط منو نگه داره. بعد من دیدم داره خفه میکنه منو از اینکه نمیدونم بخواد. حالا من که نمیذاشتم هدایا فلان، من بدم یا زیاد طرف لباس بگیره فلان بگیره، حالا کار ندارم، من نمیخوام وارده. کسی که رابطه منو با اوور رو میخواد بدونه بره اول داستان شیلا رو بخواد. خیلی خوبه، عاشقت، خوشم اومد، مرسی شری. زیبا، اگه با من ازدواج کنی پاسیونم این رنته، حالا اینا میگه باز حقوق بازنشستگی من که من یه کارمند دولت نمیدونم تو گمرک و فلان اینا به تو میرسه نزدیک حداقل 2000 یورو. این خونه، من یه خونه دارم، یه خونه، یه قایق دارم، ماشین دارم، وسایل دارم، چی چی دارم، همه اینو به تو میرسه. تو میدونی؟ حالا خوشم سنش بالا، 30 سال از من بزرگتر. گفتم من حالو به آینده نمیفروشم. بیام بشینم، منتظر باشم تو بمیری که اینا به من برسه. بعد این لحظات رو تحمل کنم. من همون قدری که با تو خوش هستم. آقای طوری شده بود که ینس میخواست بیاد، من میخواستم با ینس بگردم، نمیتونست منو با ینس ببینه. حالا خوبه ینس هم خیلی خوب جواب شد اون شب که ما، چون خیلی ینس و خیلی خود دوستش داشت، خوشش میمد، دوستش نه احترام داشت. ینس که اومده بود گفته بود بابا من 2 ماه زیبا رو ندیدم، میخوام بیام زیبا رو ببینم. ما رو نمیذاش بریم با هم دیگه تنها باشیم، با هم بریم پارک فلان فلان، منم میام. همش میخواست با ما باشه. آقا زد و شب یه دفعه برگشت گفتش که خب یس و ماشه سو شلافن، کجا میخوای بخوابی، کجا میخوای. شب مونده بود دیگه یس آینسم به چشماش نگاه میکنه و میگه من میخوام پیش زیبا بخوابم. تو یه ماه پیش زیبا خوابیدی، منم میخوام یه شب بخوابم پیش زیبا. موند، خودش پرسیده بود کجا میخوای بخوابی. اونجا من گفتم آفرین ینس، آفرین ینس. حالا من با ینس هم تو مرحله بودم که اصلا سکسمون بلوکه شده بود، اما خب حالا همه کنار هم خوابیدن رو که دوست داشتم. او ودی حالش به هم خورد، چی 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 نتونست بگه. گفتم او ودیش مشروع باید نمیدونم یس بخوابم و پیشمون بخوابم. این مجبور شد قبول کنه تا صبح ما رو دیوونه کرد. ما گفتیم الان چاقو برمید، البته اون فردی نبود، میرفت میمد از پله بالا، میمد بالا، میمد بیان گرگه میکرد که من پیش یسم. این آدم میخواست من الان مثلا بیام باش ازدواج کنم که تمام اون مدت برگرده به من بگه اشلی بدیش، اشلی بدیش، آی لاف یو، آی لاف یو زیبا، چی میخوای؟ اینو میخوای بودو 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 بودو، اونو میخوای چی میخوای بخرم؟ بابا ما خفه شدیم از خرید و از همه این چیزا. الان 2 روز من اصلا اینم در آوردم، گفتم هیچی نمیخوام بخرم، یه ذره تمام اونجور که من اون لاکسه رو خوردم، من اون چه فرداشم گفتم هیچ غذا، هیچ، بس فوزیام گفتم هیچ نفس بذار یه چند روزی اصلا قلو میخوام آش درست کنم، یه آش ساده.
یه اووه حالا کار نداریم با من، گفت من نمیتونم، حسادت نمیذاره، نمیتونم را تحمل کنم. ما فاصله 10 سال فاصله افتاد. برگردم به اون ست یورو. بعد از 10 سال من تو یک ماه 3 بار خواب اوبر رو دیدم، گفتم من باید با این تماس بگیرم. تماس کرد بعد از 10 سال. حالا داستاناش مفصله، فیلماش هست، نمیدونم. بعد از 10 سال خونه رفتم فلانه، بعد گفت وای من این شب فرزوی، من این 10 سال از دست دادم به خاطر حسادتم، چی چی چی. حالا این میمد سکته هم کرده بود، حالا صندلی روی صندلی چرخ روش نمیرفت، چی از این روله ها حرکت. این می اومد هامبورگ. اون موقع من با تابش بودم، با تابشم آشناش کردم، می شستیم، همومش می بردیم، نمیدونم می گشتیم همه جا. دیگه حسادت نمی کرد. منم گفتم از من الان 2-3 تا دوست دیگه دارم. یه انسو که دوست داشت، ولی دیگه تابشم آشنا شد، احمدم آشنا شد، دیگه هیچی نمی گفت، اعتراض نمی کرد. یه روزی من به این آخرین روزا گفتم اوه تو همیشه بیا اینجا خونه من که میخوای بیای. بعد من کارام تغییر کرده بود دیگه بیزینس پلن گذاشته بودم، زندگی درمانی گذاشته بودم. گفت تو این 10 سال چیکار کردی، چی چی. گفتم دارم خودکفا میشم، چی از این حرفا که شما تو جریان هست. گفتم برای هر زندگی درمانی روزی 100 یورو میگیرم، قیمتیه که هنوزم تو همون 100 یورو ارزشو ندارم بگیرم، مگر اینکه خود طرف داده. چند نفر اومدن اینجا بعد گفتن نه زیبا، ما نمیخوایم که تو به ما به عنوان دوستی برخورد کنی، میخوام 100 یورو بدم. من یه روز گفتم خب بابا این همه این آدم به من پیشنهاد، اون موقعم بازم تو اون حالت گفتش که با هم ازدواج کنیم اینا، گفتم من نمیخوام با تو ازدواج کنم. با وجود اینکه دیگه سکته کرده بود، 10 سالم گذشته بود، دیگه شرایط طوری بود که دیگه بعدش هم زودم مرد دیگه بعدش هم. ولی قبل از مرگش چه اتفاقی افتاد؟ خب به منم ربط داشت، ناخودآگاه به من ربط داشت. یه روز اومدم گفتم که خب منو انقدر تو مسائل منو میبینی فلان، خب تو شروع کن، تو مگه نمیای هامبورگ؟ یه بار که میای 100 یورو تو شروع کن، دشت اول تو بده. دشت اول که نبود، حالا اون موقع چندین نفر دیگه بودم. تو شروع کن، بگو من که دارم میام اینجا زیبا، میخوام برای امروزم که یه روزی که هستم 100 یورو بده. من گفتم خوب اوه ابراز عشق دارم، رنتش رو همه چیزا رو زیبا منو میبره فلان جا، این برای تابش، این میریم مارکت، فیش مارکت، همه جا نمیدم او چه ماهیایی دوست داری بخرم، چی 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 اینا رو میخره. 100 یورو که چیزی نیست. گفتم من هدیه نمیخوام، میخوام تو به من رسمیت بدی و یک باری که میای اینجا به عنوان زندگی درمانی حسابش کنی، 100 یورو هم بدی. دوست پسرم، شریک زندگی، هیچ پیام رو ندیدم از موقعی که وحی سحر رو مدراتور کردم، فعلا هم نمیخوام ببینم. چه جوابی داد؟ دست سو تویا. اولالا خیلی گرونه، خیلی گرونه، دست سو تویا. ساکیو گفتم پس برو فکراتو بکن، هر وقت خواستی که بیای پیش من اون روز اصلا یه رابطه اول اصلا زخلیش موضوعی، تو میای اینجا من یه خدماتی بهت میدم، میریم میگردیم با دوستان غذا میخوریم فلان، هر برنامه مثل زندگی درمانی من،
تو رو میبرم دوش، هر چیزی که من دوست دارم و هر چیزی که مشترک بین رابطه‌مو. دست سوتویا. گفتم چه جالب شد. گفتم من اگر اینو نپذیری منم نمیخوام بیای. شما فکر میکنید چی کار کرد؟ فکر میکنید ایشلی بدیش ایشلی بدیش ها چی کار کردن؟ اگر خودش میخواست ممکن بود چار منو زاردینیم برد اونجا ببری، ایتالیا ببره، رستوران های فلان که اصلا خیلی هم قیمتش بالا باشه میده. اما چون اینو من خواستم، من خواستم. گفتش، گفتم او اگه نمیخوای بیا، منم نمیخوام. میتونست یک بگه که اصلا من این کار رو میکنم، چه کار خوبی کرد. مثل یک بچه ای که شما مثلا فرض کنید داره یه خریدی رو انجام میده، یه برنامه بیزینسی رو شروع کرده، شما میای میگه اصلا خودت میگه اولین بذار این بیزینس تو من تقویت کنم. بابای منم اومد برای کتابام منو تقویت کنه، حق به توی مادرم و خانواده، حتی حق به تو، باعث شد که اصلا بابای من به غلط کردن بیفته، به غلط کردن بیفته. اوه گفتم پس نمیپذیری. گفت نه نه. گفتم اوکی باشه. او رفت، بعد من وسایلش رو جمع کردم، بعد تو تلفن گفت اشمایسویک تمام وسایلی که دارم اشمایسویک برزشون دور، ایشلی بدیش ایشلی بدیش ایشلی بدیش. خیلی جالبه نه؟ خیلی جالبه. حاضر بود خونشو بده به من، رنته همه چیشو به من بده، اما بعد از مرگش. اما در زمان قبل از مرگش، در زمانی که هست، اون 100 یورو رو نده. ارزش من بود دیگه، من باید اینو میفهمیدم، واقعیت من بود. به اوه گفتم اوه، حالا اونجا زنگ زدم بهش، گفتم اوه این لباس ها، این وسایل، این چیزا، خب بابا این شورتات، این همین چیزایی که هستن ارزش، من قبل میمد میرفت دیگه، من همه رو شستم تمیز، لطفا بیا اینا رو ببر. یه ذره نگاه کرد و یه ذره چیز کرد، گفتم حداقل بابا وسایل تو بیا ببر اینا رو، من همه این چیزایی که دارم. آخرین بار اومد خیلی ما چیز، بعد برگشتم هر چی تو خونه بود بهش نگفتم که بردار ببر، هدایایی که به من داده بود گفتم اینو میخوای؟ نه اینو نمیخوام بمونه. اونو میخوای؟ باشه بده. اینو بده. تو چمدون رو پر کردم، ریدمان بالای این. حالا شما میخوای مرز رو سر من برینید؟ بابا کسی که رو سر ما نریده بود کلاغ دنبوریده بود که اونم هی دم به دم دارم میرینم دیگه. برای همین شما وقتی میاد میگید رید رو زیبا، من میخندم میگم آقا بابا ریدمان شده مثل باران به ما، شما الان دارید چی میگید به ما؟ فکر میکنیم مثلا من ناراحت میشم؟ بابا دیگه اصلا به جای بارون همش گوه میباره، ریدمان باران ریدمانه. به اینا رو دادم به اوه، دمه تا دم ایستگاه بردمش، یه نگاه کردم به تمام رابطه‌ای که باش داشتم، کارایی که کرده بودم، اصلا گفتم تلخ بود. بعد یه دفعه گفت دم ایستگاه، یه دفعه نگاه کرد، هر وقت خواستی منصرف شدی، هر وقت دوست داشتی بازم من هستم، و مثلا میتونی دو کنس میشه انروفه دو کنس. گفتم اوه
برو، خوش رفتی. سوار اتوبوس شد و رفت. با چمدونش هم اینجوری درست کرده بودم، همه چمدونش وسایلش رو گذاشته بودم، شیبن کرد و به سمت با روله به سمت خودش کشوند. و بذارید عکسش هم بیارم. به سمت خودش کشوند و اینه این. حالا خیلی جالبه، هر دوتاشون مرگشون به من ربط داشت. یه مدته اصلا تو خونه ای که به دنیا اومده بود، ینس که تا آخره لحظه ها لحظات تا دم مرگشم گفت تو باعث مرگ من شدی. گفت دست هت می دیر ستون، دست هت می دیر ستون، دست هت می دیر ستون، دست هت می دیر ستون. تو مور من با تو، با تو ربط به تو داره. داستانش بمونه، برید تو کانال زندگی نامه. یه هفته نمیدونم چند روز بعد از این جریان تو خونه ای که خودش بزرگ شده، تو خونه ای که متولد شده، ذره به ذرهش همه چیزش دیگه اصلا با خودش، از اون بالای پله ها نصف شبی اوه چنان قول میخوره، چون چیز شده بود، خزه بزنش هم زیاد بود، بعدش هم که خودش هم نمیتونست کنترل کنه با روله ها میرفت، بعد میره چرخ میخوره، میاد روی گردنش، روی گردنش میفته، طوری که دیگه صبح که هر کاری میکنه که هیچ کس هم که نبود، صبح که فلگه اون پرستاره که میاد که بهش نمیدونم تمیزش کنه فلان کنه، میبینه افتاده تو اونجا، آمبولانس اینا صدا میکنه و این میره. همه چیزش فلج شده بود، تنها چیز یعنی دیگه برخلاف اوه، برخلاف ینس، ینس میفهمید، ینس هم همه چیزش فلج شده بود ولی میفهمید، عقلش سر جاش بود، میشنید، ولی اوه فقط نفس میکشید. یعنی دکترها 5 بارم عملش میکنم، میگم ما منتظریم، چون اینجا اجازه نداری که مثلا اجازه مرگ آزاد اختیاری نیست، گفتم منتظریم بمیره. منم تو این جریان که نیستم، من تو این جریان نیستم. تو این جریان نیستم تا اینکه یه دفعه باز یه الهام میده من، میشه 2 ماه گذشته توی بیمارستانه، توی بیمارستانه مامان بابام هم اوبرو اوبه دیده بودن، هم اوبر دوست داشتن هم ینسو. همه چی شما اوبر رو بزنید میاد به این که این ینسه، این من به من چیز میشه که میرم سراغش، زنگ میزنم به همسایش، این ینس میشه، ینس، ولی میفهمید ینس، وقتی من دستشو میگرفتم میفهمید، وقتی میبوسیدمش میفهمید ینس. خیلی جالبه مرگش، درست 9 ماه بعد اوه میمیره و من به هر دوتاشو میرم پیش هر دوتاش. حالا تصادفی میشه، وقتی متوجه میشم آدرس بیمارستانو میگیرم و میرم پیشش با تابش، این عکس رو تابش میگیره از من، سرم درد گرفت. میرم
دست میکشم رو تمام سلولاش و آرزوی مرگ میکنم که زودتر بر هر دوتاشون این کارو میکنم. و درست بعد از این کار من یه هفته 4-5 روز نگذشته بود که همسایش زنگ میزنه میگه که فوت کرد. که خوشحال میشم که بعد به همسایش میگم، گفتم خیلی خوشحالم که فوت کرد. €100 بعدشون افتادن از پله ها. من که خبر نداشتم که اصلا بیمارستان چیه چجوریه. بعدشم که میرم حداقل قبل از مرگش با سلولاش حرف میزنم که رهاش کنید، رها بشه. بسمه دیگه.